یک قبل از سفر به کانادا قبل از سفر به کانادا چند مرحله باید طی شود همه خدمات جابجایی در کانادا رایگان است هر قضیه جابجایی متفاوت می باشد سلسله مراحل در این پارچه ویدیویی ممکن مختلف باشد مرحله یک پروسه جابجایی را آغاز کنید مرحله دو در مصاحبه انتخاب اشتراک کنید. مرحله سه معاینات صحی را تکمیل نماید. مرحله چار ارزیابی های امنیتی را سپری نماید. مرحله پنج مرور و بررسی درخواست را سپری نماید. مرحله 6 دریافت منظوری جابجایی در کانادا مرحله 7 دسترسی به خدمات قبل از ورود به کانادا بدون در نظر داشت پروگرام جابجایی شما همه ساکنین دائمی که به عنوان مهاجر در کانادا ساکن شوند، به خدمات قبل از ورود دسترسی دارند این خدمات رایگان و طور آنلاین ارائه گردند، و برای شما جهت آمادگی زندگی در کانادا قبل از ورود کمک می کنن. مرحله 8 آمادگی به سفر و بستبندی برای آمادگی به سفر چندین کار را باید انجام دهید. لوازم تان را که می خواهید بستبندی نمایید بر اساس اهمیت، محدودیت های امنی و وزن جمعوری کنید. اسناد مهم را جمعوری و کپی نمایید. انواع بایک های سفری دو نوع بایک های سفری وجود دارند که می توانید در سفر انتقال دهید ده بایک دستی و بایک هایی که باید چک شوند اندازه بایک دستی کوچک است همچنان برای شما اجازه است که لوازم شخصی خیش را در تیاره انتقال دهید ده که شامل لوازم کوچک مانند کامپیوتر لپتاپ در بکس آن بکس دستی دسکاول یا یک خریطه کوچک می شود مسافرین می توانند بکس دستی و لوازم شخصی خیش را داخل تیاره بیاورند. بکس هایی که به چک می روند، بکس های بزرگند که مسافرین می توانند جهت سفر به کانادا با خود ببرند. شما می توانید این گونه بسته هایتان را در ختم سفر تسلیم شوید. بسته هایی تان را که به چک می روند علامت گذاری کنید تا به آسانی شناسایی شوند. مثلا با برچسب یا تسمه و نوار بزنید. در هنگام بستبندی، اطمینان حاصل نمایید که اندازه بسته مطابق اندازه معین شده شرکت هوایی باشد. شما می توانید اندازه آنها را با سنجش بلندی، طول و عرض و یک جانمودن لوازم با هم تعیین نمایید. وقتی که بکس های شما بسته شد، لازم است تا هر بسته را با استفاده از ترازو وزن کنید. شرکت‌های هوایی در مورد وزن هر بکس به کیلوگرم محدودیت‌هایی دارند. تعداد بکس‌هایی که برای یک شخص اجازه داده شده، می‌تواند مختلف و بر اساس سن مد نظر گرفته شده است. به گونه مثال، مسافرین کمتر از دو سال در تیاره چوکی جداگانه ندارند و بدین لحاظ اندازه بکس‌های مختلف برای آنها اجازه داده شده است. محدودیت های سازمان بین المللی مهاجرت یا شرکت های هوایی را در مورد بسته های سفری خیش رعایت نماید. آنها اضافه بار یا لوازم سنگین تر را نسبت به حد معین اجازه نمیدهند. اگر شما این محدودیت ها را رعایت نکنید، شرکت های هوایی می از قبولی بسته های شما خودداری نمایند. اشیایی را که نباید با خود انتقال دهید. اشیایی هستند که اجازه ندارید به کانادا انتقال اگر چنین اشیاء را به کانادا انتقال دهید و اطلاع رسانی ننمایید مجبور خواهید بود تا جریمه بپردازید یا در زمان ورود به کانادا تحت پیگرد قانونی قرار خواهید گرفت این اشیاء قرار زیل اند مواد غذایی به شمول گوشت شیر لبنیات و میوجات و سبزیجات گیاهان ادویجات و تخمهای بذری نهال خاک و چوب اجزای حیوانات به شمول پوست آنها استخوان انسان وسایل بزرگ برقی به شمول تلویزیون و لوازم منزل وسایل نقلیه اسلحه گرم مهمات و سلاحهای دیگر و مواد مخدر قبل از خروجتان از شما تقاضا خواهد شد که سند قرضه مهاجرت خیش را امضا کنید قرضه مهاجرت هزینه ترانسپورت شما را از نقطه خروج الا محل مقصد نهاییتان را دربر بر میگیرد. برایتان در آمادگی سفر به کانادا آرزوی موفقیت می کنیم